تقویت فوری پدافند هوایی ایران در مقابل زیردریایی‌های اتمی و موشکی آمریکا و اسرائیل در خلیج فارس. ایران با توجه به تحولات احتمالی نظامی و ضربات آمریکایی به طور سریع به اقدامات پیشگیرانه دست داده است. به گزارش اسپوتنیک، به نقل از روزنامه کویتی القبس، ایران در حال تقویت پدافند هوایی خود در اطراف تأسیسات هسته‌ای از جمله با استفاده از سیستم روسی است. اقدامات پیشگیرانه در رابطه با بروز هر گونه تحولات ناگهانی نظامی و ضربات احتمالی موشکی آمریکا اجرا می شود. منابع آگاه ایرانی تاکید کردند که اکنون پدافندها و رادارهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران حفاظت از تأسیسات هسته‌ای ایران را در برابر حملات احتمالی موشکی آمریکا به عهده گرفتند و این نیروها به طور بسیار گسترده تمام توان هوایی خود را تامین کردند تا از تأسیسات هسته‌ای ایران در مقابل هر گونه حمله موشکی محافظت کنند. تأسیسات هسته‌ای فردو یکی از مهمترین نیروگاه‌های هسته‌ای ایران برای غنی‌سازی اورانیوم محسوب می‌شود. در نزدیکی فردو سیستم پدافند هوایی باور 373 در کنار سیستم پدافند هوایی روسیه برای تأمین حفاظت از این کارخانه مستقر شدند. بر اساس اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأسیسات هسته‌ای مستقر در ایران بالغ بر 17 کارخانه هسته‌ای است. پیشتر ترامپ ایران را متهم به حمله به سفارت آمریکا در بغداد کرده بود و گفته بود هر شهروند آمریکایی کشته شود من ایران را مسئول می‌دانم، و در این رابطه عکس 3 موشک را در یادداشت توییتری خود به اشتراک گذاشته بود. این در حالی است که مطابق با اخبار منتشره در چندی پیش، زیردریای اتمی آمریکا وارد آب‌های خلیج فارس شده و مطابق با منابع عربی، زیردریای اسرائیلی نیز با موشک‌های بالدار وارد آب‌های خلیج فارس شده است. برای دانستن تازه‌ترین ها در ایران، منطقه و جهان و حمایت از ما، لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کرده و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شید.